سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. اومدم تا توی این ویدیو همه چیز در مورد بلیچینگ هوم رو براتون توضیح بدم، پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. بچه ها، اون روزی که من گفتم دارم میرم دندون پزشکی دندونامو بلیچینگ کنم، خیلی اومدید دایرکت از من سوال کردید که چجوریه و از اینجور سوالا. حالا من گفتم بیام توی یه پست کامل براتون توضیح بدم که دقیقا بلیچینگ چجوریه و چی به چیه. من دو مدل بلیچینگ داریم، یکی موادیه که میدن داخل خون شما خودتون انجام بدید، یه مدلش کاریه که خود دکتر براتون انجام میده. من رفتم دندون پزشکی، از خود خانم دکتر پرسیدم که کدومش رو انجام بدم بهتره، گفت فرقی نداره، گفت اگه اینجا انجام بدی که خب حدودا 45 دقیقه طول میکشه و حالا یه سری مواد روی دندونم میذارن اونجوری که خودشون صلاح میدونن حالا چی به چیه و اینا، که من نمیدونم چی به چیه، مواد رو میذارن روی دندون میمونه داخل همون دندون پزشکی، دندونتون سفید میشه دیگه، شما میایید بیرون و بعدش دیگه بستگی داره که خودتون چطوری مراقبت کنید ازش و اینکه جنس دندونتون چجوری باشه که چقدر سفید بمونه چند وقت. اصولا بین 6 تا 1 ساله که اونجوری سفیده سفیده، بعد شروع میکنه خب وقتی قهوه بخوریم و چای بخوریم و حالا چیزایی که غذاهایی که رنگ داره بخوریم شروع میکنه به رنگش تغییر کردن، یه خورده رو به زردی رفتن. ولی مثلا خانم دکتر برام گفتش که اگه روزی دو سه بار مسواک بزنی یا بعد اینکه قهوه و چای میخوری دندوناتو بشوری چیز میشه، مقاومتش بیشتر میره بالا و موندگاریش بیشتر میشه. حالا من چون میخواستم که هر موقع که دوست داشتم احساس کردم که دندونم رنگش داره تغییر میکنه دوباره سفید بشه و اینکه خب نمیشد هی بخوام برم دندون پزشکی و بیام، تصمیم گرفتم بلیچینگ رو انتخاب کنم که خودم توی خونه میتونم انجام بدم. حالا این چجوریه؟ شما میرید اونجا، دکتر از دندونتون قالب میگیره، یه سری بهتون قالب میده که این شکلیه، برای دندون بالا جدا، برای دندون های پایین جدا. بعد یه موادی هم به شما میده که این شکلیه، داخل سرنگ هم هست. بعد انجام بدید اینه که با اون سرنگ داخل اینجاها میریزید، اینو داخل دهنتون قرار میدید. حالا تا هر چقدر که دیگه تحملتون اومد، چون که خب حالت بدیه، نه درست میشه آب دهن قورت داد، نمیشه چیزی خورد، نه درست میشه صحبت کرد، بهتره که بین 1 تا 4 ساعت تو دهنتون باشه، حالا هر چقدر که تحمل کردید دیگه. من خودم بیشترین مدتی که تونستم تحمل کنم 2 ساعت بوده، یعنی دیگه رکوردم 2 ساعت بوده. بعد تعداد دفعاتی هم که میذارید توی خود بروشورش نمیشه، بین 5 تا 10 بار دندونا رو سفید سفید میکنه. من الان حدودا فکر کنم 4-5 بار گذاشتم، سفیدی دندونام به این حد رسیده که میبینید. بعد این خب برای کسایی مناسبه که دندونای خودشون حالا اونقدر به هم ریخته و چیز نیست که احتیاج به کامپوزیت و لامینیت داشته باشن، برای اونا خیلی خوبه. من خودم دیدم دندونام تقریبا صافه و مشکل نداره، گفتم چه کاریه خب بخوام آسیب زیادی به دندونم بزنم، بهترین کار اینه که اینجوری سفیدشون بکنم، خب چون دندون سفید توی زیبایی واقعا تاثیر داره. هزینه‌ش هم برای من شد 1600، ولی نمیدونم جاهای دیگه چقدر میگیرن. بعد من قرار شد کامل که گذاشتم سفید سفید شد، بهتون بگم که شما اگه دوست داشتین کار انجام بدید. بچا من دندونام اون حدی که خواستم هنوز سفید نشده، ولی به اندازه 2 بار دیگه مواد دارم که بذارم روی دندونام، حالا اون 2 بار دیگه رو میذارم. بازم بهتون میگم که چقدر تاثیر داشت، خب چون هر چی بیشتر بذاریم سفیدتر میشه. حالا که به اون سفیدی سفیدی که میخواستم رسید که بهتون میگم که خیلی خوبه و اینا، اگه نه که به نظرم خب همون برید پیش دندون پزشک خودشون دندوناتون سفید کنن بهتر دیگه، چون خب این فرق خوبیش اینه که شما هر وقت کارو میتونید این مواد رو تهیه بکنید از حالا داروخانه و اینا، نمیدونم دقیقاً، ولی فکر کنم اینجوری باشه. امیدوارم تموم سوالایی که ازم داشتید و جواب داده باشم. بازم اگه سوالی بود که جواب ندادم کامنت کنید برام، چشم همه رو جواب میدم. مرسی که وقت گذاشتید این ویدیو رو دیدید، دوستتون دارم.